فیلم با یک کهنه سرباز جنگ ویتنام آغاز می شود. جان رامبو که در جستجوی یک رفیق قدیمی به نام دلمار بری به خانه نزدیک دریاچه می رود. متاسفانه وقتی آنجا می رسد متوجه می شود که دلمار بیش از یک سال پیش به دلیل سرطان فوت کرده. ظاهراً در طول جنگ در معرض گازهای مضر قرار گرفته بود و پس از آزادی زندگیش خیلی طول نکشید. رامبو پر از اندوه به بیوه سرباز تسلیت میگوید و عکسی از دلمار به همراه اون و بقیه سربازان به او میدهد. در ادامه سفرش با پای پیاده وارد شهر کوچیکی به نام هوب میشود و دنبال یک وعده غذایی و احتمالاً هتلی برای گذراندن شب میگردد. با این حال ظاهر او با موهای بلند و کت نظامیش توجه کلانتر پارانوید شهر ویل تیزل را به خود جلب میکند. بعد به هومه شهر رانده می شود و کلانتر توضیح می دهد که وظیفه او این است که ولگارد ها را بیرون از شهر نگه دارد. اما با وجود این رامبو هشدار کلانتر را نادیده می گیرد و دوباره به شهر بر می گردد. این کلانتر را عصبانی می کند و در نتیجه به اتهام ولگاردی مقاومت در برابر دستگیری و حمل یک چاقوی مخفی دستگیر می شود. در طول مدتی که در ایستگاه پلیس است رامبو از همکاری با پلیس برای برخی کارهای اداری امتناع می کند. و این باعث می شود افسران به رهبری معاون رئیس ظالم آرت گالت با او رفتاری خشن کنند که باعث می شود شکنجه هایی که در طول جنگ در ویتنام متحمل شده بود را به یاد بیاورد. به او دستور داده می شود که برهنه شود و بعدش آرت با باتون به کمرش می زند. پس از آن آرت به یکی از افسران دستور می دهد که برای تمیز کردن او رامبو را با یک شلنگ آتش نشانی اسپری کنند. هنگامی که سعی می کنند موهای اونو تیغ بزنند رامبو کنترل احساسات خود را از دست می دهد. با آنها درگیر می شود و با حرکات مرگبارش تمام افسران پلیس را یکی پی دیگری زمینگیر می کند. مدت کوتاهی پس از آن چاقوی خود را پس می گیرد. یک موتورسیکلت را از جاده می دزدد و فرار می کند. ول اونو در ماشین پلیسش در امتداد جاده های کوهستانی به سمت جنگل تعقیب می کند. اما تعقیب و گریز زمانی که ماشینش واژگون می شود به پایان می رسد. در این بین رامبو موتورسیکلت را رها می کند و به جنگل می دود. ویل که موفق می شود زنده بماند به زودی یک تیم جستجو را سازماندهی می کند. مجهز به سلاح‌های خودکار، سگ‌ها و یک هلیکوپتر. در حالی که رامبو به سمت کوه می رود یک تکه بوم قدیمی و مقداری سیم پیدا می کند. با تدبیر مواد را به صورت یک تونیک موقت می سازد. در حالی که سعی می کند از دستگیری فرار کند با لبه یک صخره شیبدار روبرو می شود. بنابراین تصمیم می گیرد به آرامی پایین بیاید. اما در حالی که میخواهد این کار را انجام دهد، آرت اونو از هلیکوپتر میبیند و شروع به تیراندازی میکند. این باعث میشود قهرمان ما چاره‌ای نداشته باشد جز اینکه به طور ناگهانی از صخره پایین بپرد. سقوط منجر به مرگ او نمیشود چون دسته ای از درختان از زمین خوردن او جلوگیری میکند. اما در این فرایند بازوی راست او آسیب میبیند. در حالی که آرت به تیراندازی ادامه میدهد، رامبو پشت یک درخت پوشش میگیرد. پس از آن با پرتاب یک سنگ به سمت هلیکوپتر شیشه جلوی آن را میشکند و برای لحظه خلبان کنترل را از دست میدهد. در نتیجه آرت تعادل خود را از دست میدهد و روی صخره‌های مرگبار میافتد. پس از این رامبو به بریدگی عمیق بازویش رسیدگی میکند و بعد سعی میکند خود را تسلیم کند. با این ادعا که مرگ آرت یک تصادف بود و دیگر نمیخواهد به کسی صدمه بزند. اما افسران با شلیک گلوله پاسخ میدهند و رامبو را مجبور میکنند تا به جنگل عقب نشینی کند. مدت کوتاهی بعد ویل و معاونانش در رادیو با یک افسر دیگر در پایگاه ارتباط دریافت میکنند. این ارتباط فاش میکند که مردی که آنها دنبال آن هستند جان رامبو، کهنه سرباز ویتنام، برت سبز و دریافت کننده مدال افتخار کنگره است. این افشاگری باعث ایجاد ترس در میان معاونان میشود، اما ویل همچنان مصمم به انتقام است. در سکانس بعدی ویل معاونانش را برای شکار رامبو به جنگلی ناهموار هدایت می کند. اما تیم او می ترسد که رامبو به طور بالقوه بتواند نقشه ها را تغییر دهد و به جای آن شروع به شکار آنها کند. ترس آنها در نهایت به حقیقت تبدیل می شود چون رامبو با استفاده از تاکتیک های چیرکی غیر کشنده و تله های انفجاری تیم کوچک و بی نظم پلیس را تحت سلطه خود در می آورد. همه افسران را یکی پس از دیگری به شدت زخمی می کند. هنگامی که ول آخرین مردی است که ایستاده باقی میماند، رامبوی به شدت استتار شده با چاقویی که به گلویش میگیرد با او روبرو میشود. کلانتر را تهدید میکند که از تعقیب او دست بردارد وگرنه آنها را به جنگی خواهد کشاند که باورش را هم نداشته باشند.
و با این پیام هشدار دهنده رامبو دوباره در جنگل ناپدید می شود و یک دستگاه واکی‌تاکی را از دست یکی از معاونان زخمی می گیرد. بعدن می بینیم که یک کمپ در نزدیکی سایت مونتاژ شده. هم گشت ایالاتی و هم گارد ملی برای کمک به ول در دستگیری رامبو احضار می شوند. یکی از افسران در حال انتقال پیام به رامبو دیده می شود که از طرف دیگر از طریق رادیویی که دوسیده گوش می کند. افسر اشاره می کند که از هر طرف توسط نیروهای آنها محاصره شده. کمی بعد سرهنگ نیروهای ویژه ایالات متحده سام تراتمن به کمپ اصلی می رسد و خود را به عنوان مربی رامبو و افسر فرمانده سابق معرفی می کند. به کلانتر می گوید که رامبو برای زنده ماندن در محیط‌های خشن و درگیر شدن با افراد برتر در نبرد آموزش دیده. سام توصیه می کند که به رامبو اجازه داده شود تا به شهر دیگری فرار کند تا اوضاع را خونسا کند و بعد به او اجازه داده شود که با آرامش تسلیم شود. با این حال ول که مطمئن است تعداد آنها نسبت به رامبو به طرز خیره کننده بیشتر است از توجه به این توصیه امتناع می کند. پس از آن ول از سم می خواهد که از طریق کانال رادیویی با رامبو صحبت کند و سعی می کند اونو متقاعد کند که خود را تسلیم کند. اما رامبو از آمدن خودداری می کند. در عوض ول و معاونانش را به خاطر آزار و اذیت محکوم می کند و در ادامه می گوید که آنها جنگ را آغاز کردند. پس از این رامبو رادیو را خاموش می کند. اما بدون اینکه او بداند مردان ول تا آن زمان توانستند موقعیت اونو در کوهستان محاصره کنند. در همین حال در جنگل رامبو ماهرانه یک خوک وحشی را برای شام شکار می کند و بعد به یک مأذن متروکه می رود. آنجا آتشی روشن می کند تا غذای خود را بپزد و شب را استراحت کند. با طلوع خورشید یک گروه از گارد ملی ورودی مأذن متروکه را احاطه کرده و رامبو را در گوشه محاصره می کند. نگهبانان بدون توجه به دستورات ول برای اینکه منتظر رسیدن او باشند شروع به تیراندازی به سمت مأذن می کند. حتی یک موشک انداز شلیک می کند. ورودی را فرو می‌ریزند و رامبو را داخل آن به دام می‌اندازند. با این باور که رامبو را کشتند، نگهبانان شروع به جشن گرفتن می‌کنند. اما آنها نمی‌دانند که قهرمان ما توانسته با فرار به عمق تونل زنده بماند. داخل مقداری سوخت پیدا می‌کند و تکه‌هایی از لباسش را می‌سوزاند تا یک مشعل روشن کند. هوشمندانه از شعله به عنوان نشانگر جریان هوا استفاده می‌کند تا راه فراری به سطح زمین پیدا کند. پس از این به اعماق معدن می رود و در آبهای آلوده روی موشا قدم می گذارد. پس از مدتی اکتشاف سرانجام راهی برای خروج پیدا می کند. اما احتیاط می کند تا از افسران پنهان بماند. خیلی زود یک کمین باری ارتش ایالات متحده را که در حال عبور است می رو باید که به نظر می رسد یک مسلسل M60 و مهمات زیادی حمل می کند. راننده را بیرون می اندازد. از سد جاده عبور می کند و به شهر برمی گردد. پس از مدتی راننده کامیون خبر زنده ماندن رامبو رو به کلانتری منتقل می کند. این امر ول رو شوکه می کند و در حالت خشم به افسرانش دستور می دهد که فوراً رامبو رو بکشند. بعدن رامبو توسط چند افسر پلیس که شروع به تعقیب او با ماشینشان می کنند مشاهده می شود. رامبو اول سعی می کند آنها را نادیده بگیرد اما وقتی ماموران به سمت او شلیک می کنند عصبانی می شود و به شدت به ماشین آنها می زند و در نتیجه تصادف می کند. کمی بعد با گروهی از افسران پلیس روبرو می شود که در انتهای یک پل راه اونو مسدود کردند. اما به جای کاهش سرعت کمیون را سرعت می دهد و محاصره آنها را از هم می پاشد. در تلاش برای پرت کردن حواس افسران یک پمپ بنزین را قبل از حرکت با مسلسل M60 منفجر می کند. بعد در حالی که ساکنان فرار می کنند در شهر تیراندازی می کند. با احساس خطر قریب الوقوع ول به همه غیرنظامیان اعلام میکند که خیابانها را تخلیه کرده و در جای امن پنهان بمانند. پس از این آماده میشود تا دنبال رامبو برود اما همون زمان سم پیش او میآید. سرهنگ که میداند کلانتر شکست خورده سعی میکند ول را یک بار دیگر متقاعد کند تا رامبو را رها کند. اما ول قبول نمیکند. از این رو خود را مسلم میکند و به سقف ساختمان میرود و مصمم است که یک بار و برای همیشه به این دیوانگی پایان دهد. در همین حال رامبو با استفاده از تجارب جنگیش در تاکتیکای چریکی اکثر ترانسفورماتورهای برق شهر را از بین میبرد. این امر بخشی از شهر را در تاریکی کامل فرو میبرد. مدت کوتاهی بعد به یک مغازه لوازم ورزشی که در نزدیکی ایستگاه پلیس قرار دارد نفوذ میکند. بارود و همچنین مهمات روی زمین پراکنده میکند و آن را با آتش میکشد که به عنوان یک عامل حواس‌پرتی عمل میکند. در نقطه‌ای رامبو ول را روی پشت بام میبیند. پس با احتیاط وارد ایستگاه پلیس می شود تا با او مقابله کند. با دانستن اینکه کلانتر روی پشت بام است، زیر نورافکن می زند و از آتش به عنوان طعمه استفاده می کند.
و همونطور که میخواست ول بلا فاصله به او شلیک میکند. بعد موقعیت اونو یادداشت میکند و از سقف تیراندازی کرده و کلانتر را زخمی میکند. در نتیجه ول از طریق نورافکن زمین میافتد. رامبو از او عبور میکند و آماده پایان دادن به زندگی اوست، اما سم به موقع میرسد و اونو متوقف میکند. سم به سربازش هشدار میدهد که امیدی به زنده ماندن نیست، چون اگر تسلیم نشود کشته خواهد شد. برای متقاعد کردن او یادآوری میکند که اون آخرین بازمانده واحد نخبه اوست و نمیخواهد رامبو به این شکل بمیرد. در بحبوبه گفتگوی آنها ایستگاه پلیس توسط نیروهای پلیس مسلح محاصره میشود، اما سم با آنها دستور میدهد که آتش را نگه دارند. در این لحظه رامبو بار خود را رها میکند و وحشت جنگ و مصیبت‌های دردناکش را آشکار میکند. عذابی را که شاهد مرگ رفقایش در ویتنام بود و اینکه چگونه به دلیل اختلال استرس پس از جنگ قادر به حفظ شغل نیست را بازگو میکند. همچنین از رفتار تحقیرآمیز آمریکایی‌های هموطنش هنگام بازگشت به خانه صحبت می‌کند. با درد ادعا می‌کند که با وجود فداکاری زیادی برای مردمش، کشورش اونو فراموش کرده. نمی‌داند چطور در ارتش قهرمان جنگ بود، اما در آمریکا حتی نمی‌توانند به او اعتماد کنند که در پارکینگ کار کند. رامبو که غرق در احساسات عاطفی است، در حالی که مرگ غم‌انگیز یکی از همرزمانش به دست یک کودک سرباز ویتنامی را بازگو می‌کند، اشک می‌ریزد. پس از بیرون ریختن تمام دردها و احساساتش مقابل سم، در نهایت خود را تسلیم می کند و در اختیار مقامات فدرال قرار می گیرد. در همین حال ول زخمی توسط امدادگران اورژانس تحت مراقبت قرار می گیرد و با آمبولانس به بیمارستان منتقل می شود. فیلم زمانی به پایان می رسد که رامبو از ایستگاه پلیس خارج می شود و به یک ون پلیس می رود.